به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از تلویزیون یک، انفجار موتربم در مرکز لوگر. رئیس شورای ولایتی لوگر به تلویزیون یک میگوید که در چهارراه شاروالی شهر پلعلم انفجار موتربم رخ داده که بیش از 40 کشته و زخمی بر جا گذاشته است. با گفته حسیب استانگزی، بیشتر قربانیان این رویداد غیر نظامیان هستند. و همچنان به نقل از فیسبوک بشیر احمد قاسانی، غفار داوی دیروز از زندان پل چرخی با بانک مرکزی رفته و با اجمل احمدی رئیس بانک دیدار کرده است. در یک اعلامیه بانک مرکزی آمده است که در هماهنگی با کریم عطل نماینده مردم هلمند در مجلس نمایندگان قرار بود با وکیل مدافع آقای داوی رئیس بانک دیدار کند، اما بدون هماهنگی قبلی کریم عطل شخص غفار داوی را به دفتر اجمل احمدی آورده است. و همچنان به نقل از اشت صاحب، عبدالله و خلیلزاد درباره شروع مذاکرات بین الافغانی گفتگو کردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان شام روز چهارشنبه 8 اسد با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار و گفتگو کرده است. سپیدار اعلام کرده است که در این دیدار دو طرف درباره نهایی سازی تبادله اسیران، کاهش خشونت، آغاز و ادامه مذاکرات بین الافغانی و آتش بس بحث کردند. در این دیدار راس ویلسن کاردار سفارت امریکا در افغانستان نیز حضور داشته است. طبق اعلام سپیدار دو طرف در این گفتگو از اعلام آتش بس از سوی حکومت و طالبان استقبال کردند. دو طرف همچنان ابراز امیدواری کردند که خشونت ها پیش از شروع مذاکرات بین الافغانی کاهش یابد. در خبرنامه سپیدار اما به زمان دقیق شروع مذاکرات بین الافغانی اشاره نشده است. گروه طالبان به مناسبت عید قربان آتش بس اعلام کرد که از سوی حکومت استقبال شد. بسیاری از کشورها و سازمانهای بین‌المللی نیز از اعلام آتش بس در روزهای عید استقبال کردند. و همچنان دانش، طالبان وقت کشی میکنند. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، فرارسیدن عید سعید اضحی را برای مردم افغانستان تبریک گفت. با گزارش اسپوتنیک، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در پیام عیدی خود گفته که حکومت برای دستیابی به صلح گامهای مهم را برداشته است و حالا توپ صلح در میدان طالبان و امریکا می باشد. او ابراز امیدواری کرده است که همگی به مسئولیت‌هایشان به گونه صادقانه عمل کنند. آقای دانش می‌گوید دولت به رهایی زندانیان طالبان به شمول زندانیانی که پرونده جرمی و امنیتی داشتند و همچنان تشکیل هیئت مذاکره کننده صلح و اعلام آمادگی کامل برای هر نوع گفتگو با طالبان گام‌های مهمی را در زمینه صلح برداشته است. معاون دوم ریاست جمهوری در ادامه گفته است که حکومت تمام موانع احتمالی در برابر صلح را از سر را برداشته و تا اکنون 4600 زندانی طالبان را آزاد کرده است. با گفته وی، در حال که حکومت افغانستان بر اساس موافقتنامه دوحه هیچ مسئولیت در این رابطه نداشته است، اما متاسفانه به نظر می رسد که گروه طالبان از حسن نظر و اقدامات صلح‌خواهانه دولت سوء استفاده و وقت کشی می کند و در تمام این مدت به تشدید جنگ و افزایش خشونت های بی سابقه دامن زده و بر تمامیت خواهی خیش افزوده و حاضر به مذاکرات نشده است. دانش درباره آتش بس از سوی طالبان در روزهای عید گفت: ما از هر نوع آتش بس حتی در زمان کم استقبال میکنیم و صلح را خواست و ضرورت اصلی و عاجل مردم افغانستان میدانیم. به همین خاطر خواهان قطع جنگ، آتش بس دائمی و آغاز گفتگوهای بین الافغانی هستیم.
اما در همین حال او گفته است که پیام رهبری طالبان علی‌رغم اعلام آتش بس در روزهای عید به طور واضح بر تداوم خشونت‌ها تاکید دارد. دانش با اشاره به پیام ایدی ملا هیبت الله و اظهارات رسمی مقامات این گروه گفته است که از این پیام‌ها و اظهارات پس از موافقتنامه دوحه چنین برمی‌آید که طالبان خود را فاتح جنگ و در آستانه پیروزی و استقرار امارت اسلامی میپندارند. معاون دوم رئیس جمهور تاکید کرده است که باید همه از جمله رهبری طالبان بدانند که این خواب هرگز در افغانستان تعبیر نخواهد شد و جمهوریت نظام ارزش‌های مندرج در قانون اساسی و دستاوردهای دو دهه اخیر کشور معامله ناپذیر است. سرور دانش نیز گفته است که اکنون توپ صلح در میدان طالبان و همکاران بین‌المللی مخصوصاً ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. امیدواریم همگی به مسئولیت‌های خود صادقانه عمل کنیم. دانش افزوده است که شورای عالی مصالحه ملی مطابق توافقنامه سیاسی برای پیشبرد روند صلح آغاز به کار کرد و اکنون نگرانی عمومی که به خاطر جنجال‌های انتخاباتی به وجود آمده بود رفع شده است. سرور دانش از جانب در پیامش به بحران پانادمی کرونا نیز اشاره کرده و افزوده است که تأثیرات منفی این پانادمی بر حیات جمعی ما عمیق است، ولی با تمام نگرانی‌ها اقدامات حکومت در زمینه مبارزه با آن تا اکنون موفق‌آمیز بوده است. او همچنان از تمام مردم خواسته است که تمام پروتکل‌های صحی را در روزهای عید رعایت و از تجمعات بزرگ اجتناب کنند و اجازه ندهند که تجربه تلخ عید گذشته تکرار شود. به نقل از بی بی سی، پایان نشست سام در کابل در مورد صلح و توسعه عبدالله دعوت نشده بود. همچنین در آن نشست دولت افغانستان متحد و اصلاحات در بخش امنیت شده و وعده داده بود که تمامی سربازان پلیس انگشت نگاری شود تا جلو پرداخت حقوق به سربازان خیالی گرفته شود. سربازان که عملا در جبهه جنگ حضور ندارند ولی به آنان حقوق داده می شود. این کشور به صندوق جهانی پول وعده داده بود که مطابق معیارهای آن عمل خواهد کرد. افغانستان توانست که قانون پولشویی را در این مدت تصویب کند. تعهد دیگر افغانستان توسعه بخش خصوصی و تدوین قانونهای کلیدی از جمله قانون معدن بود که تا اکنون این قانون تصویب نشده است. در این نشست نیز افغانستان خواستهای مشخصی را جامعه جهانی داشت. به گفته شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه و دارایی این کشور، کابل از جامعه جهانی خواستار ادامه کمک مالی شده. از شرکت کنندگان در این نشست خواسته که در زمینه ایجاد بازار برای تولیدات و فراورده های افغانستان کابل را یاری رسانند. آقای مسجدی می گوید که در این اجلاس درخواستی از طرف افغانستان مطرح نشده، ولی طرح دوم سند چارچوب صلح و توصیه ملی به شرکت کنندگان داده شده که دیدگاه و برنامه دولت افغانستان درباره 5 سال آینده را در بر می‌گیرد. او گفت که بخش دیگر این نشست مربوط به گزارش دهی از زمان کنفرانس ژنو 1397 تا اکنون و تعهدات متقابل بود. در سند چارچوب صلح و توصیه ملی افغانستان بر سر 3 موضوع مهم تاکید شده که به گفته آقای مسجدی عبارت از دولت سازی، صلح و بازاریابی است. در کنار اینکه دولت افغانستان طرح‌ها و خواست‌های خود را در این نشست مطرح کرد، کشورهای کمک کننده که نمایندگانشان در این نشست شرکت داشتند در گذشته پیش شرط‌های برای کمک به افغانستان داشتند و در این نشست هم خواست آنان بهبود روند مبارزه با فساد، ایجاد اجماع داخلی برای صلح، اولویت به گفتگوهای بین الافغانی، شفافیت و مبارزه با فساد در جمع‌آوری درآمد مصرف مؤثر بودجه بوده است. روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 4 نشست مقام‌های ارشد گفت که تا اکنون کارهای زیادی در زمینه مبارزه با فساد انجام شده است.
دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.